پس از آیووا، این بار نوبت ایالت نیو همشیر است که شگفتی تازه را در آمریکا رقم بزند. شب گذشته ران دسانتس فرماندار فلوریدا و یکی از امیدهای جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ناگهان از رقابت‌ها کنار کشید. بدین ترتیب دور دوم انتخابات مقدماتی در نیو همشیر کمتر از دو روز پیش از آغاز به یک فینال غیر رسمی بدل گشته، چرا که همکنون تنها دو رقیب در صحنه حضور دارند: دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، و نیکی هیلی، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل. کنارگیری ران دسانتس از این رقابت‌ها با استقبال هواداران نیکی هیلی روبرو شد، شاید بیش از هر چیز به دلیل انتقاد شدید او از نیکی هیلی در زمان اعلام رسمی پایان دادن به حضورش در این رقابت‌ها. امتیازی که نیکی هیلی با انصراف ران دسانتس به دست آورده این است که آن دسته از حامیان مالی جمهوری خواهان که می‌خواهند جلوی ترامپ را بگیرند، اکنون فقط یک گزینه دارند که می‌توانند از او حمایت کنند. اما در سوی دیگر این فینال غیر رسمی، ترامپ و طرفدارانش قرار دارند که دلیل دیگری هم برای استقبال از کنارگیری ران دسانتس دارند. ما روز بزرگی رو در آیووا داشتیم و قراره یه روز بزرگ دیگر رو هم در نیو همشیر رقم بزنیم. همین الان شنیدم که یکی از رقبای ما ران دسانتس که فرد شایسته ای هم هست انصراف داد و به پشتیبانی از ما برخاست. اما پرسش اینجاست که کنارگیری ران دسانتس بیشتر به نفع کدام یک از این دوست؟ ترامپ یا هیلی؟ دو سوم از حامیان ران دسانتیس در نظرسنجی پاییز امسال گفتند که گزینه دومشون ترامپ بوده. بنابراین تنها تأثیر خروج او تقویت پایگاه رأی ترامپه. ما نشون دادیم که نسبت درصد رأی ترامپ با هیلی 50-39. اما حالا احتمالش میره که سبد آرای ترامپ بزرگتر بشه. البته این رو هم اضافه کنم که باید تغییر عقیده رأی دهندگان این ایالت رو هم در ثانیه‌های آخر در نظر بگیریم. ولی در مجموع بعید به نظر میاد که هیلی بتونه در این زمان کوتاه از کنارگیری دسانتس بهره برداری کنه. روز سه‌شنبه رقابت دونالد ترامپ و نیکی هیلی برای کسب بیشترین آرا در نیو همشیر در حالی برگزار می‌شود که هر دو کاندیدا با حضور در این ایالت و تبلیغات گسترده تلاش کرده‌اند آرای رای دهندگان را به سوی خود روانه کنند. به باور بسیاری از ناظران، باد چندان در جهت موافق مبارزات نیکی هیلی نمی‌وزد، چرا که اگر تا پیش از این کسب رتبه دوم در نیو همشیر می‌توانست توفیقی برای او باشد، اکنون با دو حریف شدن این رقابت، رتبه دوم معنایش عملاً شکست است و تنها راه جلوگیری از آن پیروزی بر ترامپ، هدفی که اگر برخلاف تقریبا همه پیشبینی‌ها حاصل شود، شگفتی دیگری را در صحنه سیاسی آمریکا رقم خواهد زد. محسن ایزدی، لندن.